مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در پیام در توییترش خواستار ایجاد حکومت همشمول از سوی رهبران افغانستان شده است. وزیر خارجه آمریکا ضمن استقبال از تشکیل هیئت گفتگو کننده صلح از رهبران افغانستان از جمله محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله خواست است تا همان تعهد را که نسبت به روند صلح داشتند برای ایجاد یک دولت فراگیر نشان دهند. این در حال است که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا اخیراً برای حل اختلافات برخواسته از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری میان غنی و عبدالله به کابل آمد، اما این سفرش بی‌نتیجه ماند. در همین مورد در برنامه بازنگاه کنونی بیشتر بحث میکنیم. در این قسمت از برنامه مهمانم آقای طارق فرهادی، مشاور پیشین حکومت از جنوا از طریق خط اسکایپ با ما است. آقای فرهادی، بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت دادن. سلام به شما و به مهمانان شما و بینندگان عزیز، سال نو مبارک. سلامت باشین فرهادی صاحب. در ابتدا میخوایم بپرسم که حراس و نگرانی ایالات متحده آمریکا از وضع موجود در افغانستان چیست و چرا پافشاری داره روی ایجاد یک حکومت همشمول و فراگیر؟ چهار مشکل فعلا در افغانستان است، مشکل بسیار عاجل. یکی ای که اول ای که امریکا همراه طالبان یک قرارداد صلح امضا کرده و او را نمیخواهند که تال بخوره. دومی که در افغانستان در حقیقت میگن که دو رئیس جمهور باید نباشه و ای افغانستان به مخاطره مندازه آینده شه. سوم مشکل کووید 19 است که مریضی کرونا است که در تمام جهان آمده و در افغانستان هم به یک شکل بسیار شدید امکان داره که شیوع کنه. و چهارم مشکل که من زیادتر سرش تشریح میتونم، مشکل عزیز که نظر به شرایطی که بیماری کووید آورده، امکان از این میره که امریکا مجبور شود که قشون خود از 14 ماه بیشتر از افغانستان بکشه. یعنی اگر این مریضی در قشون امریکا در افغانستان سرایت کنه، اینا مجبور میشن و همچنان کشورهای ناتو مجبور میشن که اینا قشون خود دوباره داخل سرحدهای خود بیارن و افغانستان زودتر ترک کنن. اگر افغانستان زودتر ترک کنن و یک حکومت واحد نباشه، خطر پاشان شدن دولت وجود داره از نظر امریکایی ها و خطر پاشان شدن اردوی ملی وجود داره از نظر امریکایی ها و در عین حال این بیماری کرونا میتونه که در اردوی ملی هم سرایت کنه و ای هم یک مشکل است که امریکایی ها فکر میکنند که مهار ازی بسیار مشکل میباشه برای دولت افغانستان اگر ایتو یک گپ شه. اینال اگرها زیاد است، اما اگر اردوی ملی پاشان شوه، مثلا افغانستان امکان داره که به دو زون تقسیم شوه، کابل امکان داره که به سه زون تقسیم شوه، شما نمیتونین که از یک زون به یک زون دیگه برین و در حقیقت تمام سرمایه‌گذاری جامعه بین المللی در این 18 سال آخر به هدر میره. در جنوب افغانستان، در زون جنوب افغانستان کلدار رایج میشه به حیث پول. در کلدار اینجا امکان داره که کلدار و دلار رایج شوه. در هرات امکان داره که ریال به دردتان بخوره و در باقی افغانستان همی افغانیه که میدانیم. عایدات دولت افغانستان به طرف صفر شاید حرکت کنه به خاطر که صادرات کم میشه و گمرکات چون وزیر دست اشخاص مختلف میباشن، عاید خود به مرکز روان نمی کنن و همسایه های افغانستان تاثیرشان در صورت عدم وجود آمریکا و همکارانش، تاثیر همسایه ها زیاد میشه در افغانستان، نظر به قرابت هایی که با لیدرهای مختلف دارن
و یک پریشانی کلان امریکا که فعلا حکومت افغانستان رابطش با هیچ همسایش خوب نیست و دو همسایه یه حکومت نو نشناختن که روسیه و ایران باشه، پاکستان هم اگر شناخته به دلایل خود شناخته، و اما مشکلات فراوان بین حکومت کابل و پاکستان وجود داره. یعنی آقای فرهادی، با در نظر داشته چهار تا مشکل را که شما روش تمرکز کردین، حال معلوم شده که واقعا آنچه را که حکومت ایالات متحده آمریکا زیر عنوان حکومت فراگیر و یا هم زیر عنوان حکومت همشمول روش تاکید داره، مشخصا هدفشان از چنین ساختار و معادل حکومت وحدت ملی است یا یک نسخه جدیدی از حکومت وحدت ملی را میخواهند در افغانستان ایجاد بکنند؟ افغانستان، آمریکا بر افغانستان کدام نسخه خاصی نداره. مثلا مجادله بین دکتر غنی و دکتر عبدالله ایست که دکتر غنی سیستم ریاستی را میخواید و دکتر عبدالله یک سیستم میخواید که در او صدر اعظم باشه و کمی فدرالی باشه. امریکا در این باره کدام نظریه خاص نداره. امریکا همین چیز میخواید که اردوی ملی پاشان نشه و دولت یکی بانه. ای که افغانا چی رقم بین خود جرم اند روی فرمول، ای بر امریکا خود نسخهش مهم نیست، اما ای مهم است که ای دو لیدر به پالوی یکدیگر استاد شوند و رسما اعلان کنند که ما یک جای هستیم. شما دیدین که دیروز طالبا اعلان کردند که ما ای هیئت مذاکره که از طرف ارگ معرفی شده ما ای را نمیپذیریم. مشکلی است که طالبا هم احساس کردند که بین از این دو رهبر یک درز بزرگ است و اینا طالبا از این حالت استفاده میکنن و تا که بندیهاشون اعلان نشده اینا حاضر نیستن که کسی مذاکره کنن. و بعد از اون پیغامشان این بود در پیغام دیروز که اگر ما مذاکره کنیم به این امروه از این هیئت، این هیئت ما باعث نماینده های دکتر اشرف غنی میشناسیم که در یک کنج میز میتونن بشینن. در حقیقت تمام پلان امریکا که میخواهد که خروج قشونش و قشون ناتو به آرامی صورت بگیره و بعد از او یک حکومت نیمجان در کابل بانه که او را جامعه بین المللی کمی کمک کرده بتانه و افغانستان به شکل کامل میشناسیم ادامه بیافه، اینی چیز میخواین. اگر نتانیم که این چیز حفظ کنیم، امکان پاشان شدن اردوی ملی و تقسیم افغانستان به دو یا سه زون میره و در اون صورت حکومت مرکزی به معنا میشه. برتون گفتم شاید که تنها تلویزیون ملی پیش دکتر غنی بانه تا وقتی که پرسنلش میتونه معاشش بده و اونام که خبرها را میخوانن خودشان باور نمی داشته باشند به چیزی که می خوانند. تشکر. یعنی... و اگر واقعا ما واکنش طالبا را مد نظر بگیریم، با در نظر داشت واکنش طالبا، آیا ممکن است پیش از حل بحران سیاسی ما بریم به طرف گفتگوهای بین الافغانی که پس از یک میان برنامه کوتاه پاسخ شما را میشنویم؟ به ادامه برنامه باز هم خوش آمدین. آقای فرهادی، باور شما چی است که با تداوم این وضعیت میشه افغانستان رفت به طرف گفتگوهای بین الافغانی؟ نه، به خاطر که طالبان اعلان کردند که ما این هیئت نمیپذیریم و در صورت میپذیریم که اینا در یک کنج میز بشینن به حیث نماینده های دکتر غنی، اما نگفتن که اینا نماینده های رئیس جمهور افغانستان هستند، به خاطر که طالبان فهمیدن که در خود کابل سر از این بحث وجود است که آیا دکتر غنی رئیس جمهور است یا نیست. پس طالبان از به اتفاقی لیدرهای کابل استفاده میکنن و وقتی که طالبان میگیم، فراموش ما نشه که طالبان شاید است که کسایی است که بر از اونا میگن که چی کنیم. متوجه هستین؟ در طرف کابل کلگی به اتفاق است، در طرف طالبان کلگی یک گپ میزنن. پس ای هم یک سوال پیش میکنه که ای طالبا آیا کسی دیگه است که برشان میگن که چی باید بگوین؟ مقصد من را فهمیدین؟
یعنی باور شما این است که هنوز هم طالبا به عنوان وسیله و یا هم ابزار تطبیق سیاست های کشورهای بیرونی هستند در داخل افغانستان؟ بله بله بله. خب آقای فرهادی، با در نظر داشت واکنش طالبا و آنچه را که طالبا گفتن، اگر واقعا بحث طالبا با ایالات متحده آمریکا این باشه که حکومت اشرف غنی به عنوان یک طرف مذاکره روی میز مذاکره حضور می داشته باشه، و اگر چنین باشه، پس اگر رهبرای افغانستان به خصوص محمد اشرف غنی و عبدالله روی یک حل رای حل سیاسی توافق نکنن، چی پیامه در فکر میکنین متوجه افغانستان میکنن؟ پس آمریکا میخواه که این دو رهبر سیاسی را مجبور کنه که با هم توافق کنن. از او خاطر است که در یک وقت بسیار اضطراری، یک وقت بسیار دشوار در آمریکا، وزیر خارجه آمریکا 20 ساعت پرواز کرد تا کابل آمد، به همراه از این دو نفر شش، و گفت شما دو نفر باید بین همدیگر هر رقم که میشه جور بیاین. و بعد از او که دید که اینا جور نمیاین، یک قیمت بسیار گزاف گذاشت بر افغانستان. افغانستان یک ملک فقیر که 54% درش فقر است، بیماری کووید به سراغ ما آمده، $1 میلیارد از کمک به افغانستان گفت که ما اینجا نمیتیم، تنها در صورت میتیم که شما با این همدیگه جور بین. پس امریکا میخواد که یک فشار بسیار سنگین بیاره به سر از این دو رهبر که با همدیگه گپ بزنن. اما ظاهرا این فشار هم، آقای فرهادی، شما واکنش رئیس جمهور غنی را دیدین که به تأثیر بوده. آنچه را که اشرف غنی در بیانیش در واکنش به این قطع کمک ها گفت که هیچ گونه تأثیر مستقیم روی نهادهای کلیدی افغانستان نداره این کمک ها. پیشتر برتان گفتم که رادیو تلویزیون ملی باز وقت یکان خبرهایی را میخوانه که همون کسی که میخوانم خودش بهش باور نداره. همی گپ دکتر سیب اشرف غنی که ما برش احترام دارم و در سابق امرایش کار کردیم اعلان کرد، اما یکی از مشاورینش به می گپ اعتقاد نداره. کلگی می فهمه که از تیل موتر از اینا گرفته تا معاش پی پی اس، کل از این از جیب امریکا می آه. در صورت که عایدات گمرکات افغانستان کم شوه و حکومت مرکزی اقتدار نداشته باشه سر گمرکا، بعد از این که ریزرو بانک مرکزی افغانستان دکتر غنی مصرف کنه، بعد از او برش دیگه پیسام نمیمانه که معاش پی پی اس هم بده. یعنی در حال حاضر شماره از سران ملی هم ریزنی ها را آغاز کرده و از گذشته ادامه داره به خاطر دریافت یک رای حل سیاسی بین اشرف غنی و عبدالله. یعنی فکر میکنین این ریزنی ها نتیجه بده و در نهایت امر، یا فکرتانی است که تا زمانی که ایالات متحده آمریکا مثل سال 2014 باز یک جانکری بدیل به شهر کابل نفرسته، این موضوع حل نخواهد شد؟ خب در لباس جانکری امروز آقای خلیلزاد در کابل موجود است، کلگی را میشناسه، روز 16 ساعت کار میکنه، کوشش میکنه که یک فرمول را پیدا کنه که نامش حکومت وحدت ملی نباشه اما با او شباهت داشته باشه. و اما مشکلی است که دکتر عبدالله کسانی که امرایش همکار بودند در کمپین انتخاباتیش، اونا سرش فشار میارن که امو چیزایی که برای ما وعده کرده بودی تو باید که بدست بیاری. یعنی آقای فرهادی ببخشین که صحبتهایتان همینجا قطع میکنم، برخی از سیاستگران کشور به شمول رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین که روز گذشته ما همراهش یک گفتگوی ویژه داشتم، باور اونا ای است که ایالات متحده آمریکا اراده بر حل بحران سیاسی کنونی نداره، و مثال که اونا میزنن این است که اگر واقعا اراده وجود می داشت، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل به شمول آقای خلیلزاد در مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی اشتراک نمی کردن. خب اینا باید که یک رئیس جمهور به رسمیت میشناختن. دلیل از او ایست که قشون خارجی در افغانستان هستند،
کمک خارجی به افغانستان میرسه. اگر هیچ کدام از این را نمیشناختن، کمک های خارجی به تعلیق می آمد و این تمام امو قراردادهایی که افغانستان با جامعه بین المللی داره به تعلیق می آمد. اینا مجبور بودن که یک انتخاب کنن و یکی از این دو نفر رسما بشناسن. اینا به دکتر غنی گفتن ما شما را میشناسیم ولی 5000 نفر را باید شما از زندان پلچرخی اعلا کنیم. یعنی این رسم به رسمیت شناختن از روی ناگزیری بوده؟ از روی از این بود که جامعه بین المللی، قوانین بین المللی، قوانین که شورای امنیت ملل متحد باید رویش روابط خود باید کشور تنظیم کنه، ایست که باید است که یک حکومت باید شما بشناسید، هر حکومتی که باشد. در افریقا بسیار حکومت هایی هست که مردم قبولش ندارن، منتها جامعه بین المللی اونا را میشناسند. و اما ای که اینا حکومت دکتر غنی را شناختن گپ بدی نیست، منتها اینا فهمیدن که حکومت کار خود را پیش بردن نمیتونه. و در کنار از این مورد دیگه را که آقای فرهادی شما اشاره کردین به عنوان مشکل، بحث کووید 19 و ویروس کرونا را اشاره کردین. حال اگر واقعا یک راه حل سیاسی در افغانستان به میان نبیاید، چقدر میتونه که مشکلات افغانستان بیشتر از پیش برجسته تر بسازه و کلانتر بسازه؟ چون بحث مبارزه با کرونا امو شکل که شما هم اشاره کردین هزینه بردار است و از طرف دیگه هم ایالات متحده امریکا 1 میلیارد دلار کمکهایش قطع کرده. در اون صورت باز این جریان های سیاسی و حکومت چگونه مبارزه میکنن با این پدیده؟ اول خوب من راجع به کرونا برتان بگویم که از چیزی که ما میفهمیم از کشورهای دیگه، این یک منحنی است که تعداد تلفات بالا میره در ماه رمضان در افغانستان متاسفانه. و حال ما در این منحنی در اولایش هستیم که 30 نفر و 40 نفر و 200 نفر تلفات داریم، بعد از این زیاد میشه متاسفانه. این منحنی یک سیر سعودی میداشته باشه تا یک خلاه، بعد از او باز سیر نزولی می داشته باشد و این دو سه ماه آینده یک مشکل کلان در افغانستان ایجاد می کنه، مثل که در باقی دنیا ایجاد می کنه. شما امروز ببینید که در انگلستان صدر اعظمش مبتلا شده به کرونا ویروس، یعنی که در افغانستان هم بعضی از رهبرها هم جانشان به خطر است، از کلی جانش به خطر است. و افغانستان یک ملک فقیری است که وسایل مبارزه با کرونا را نداره و در نتیجه مرگ و میر بسیار زیاد میشه. و در این حال چون که حکومت دکتر صاحب اشرف غنی قرنطینه وضع کرده در شهرها، مردم از گشنگی چی کنن؟ باید است که بر از اونها خود نفقهشان را برسانه. اگر نفقهشان را رسانده نمیتونه، ایران آمریکایی ها فکر میکنن که آیا مردم یک دفعه نخیزن، یعنی از فقر، از اینکه اینا را، یعنی حد کلی همی مشکلات به یک حد میرسه که مردم شاید به فقان بیان. تشکر آقای فرهادی. اگر بحث جنبندی بکنیم در شرایط فعلی با در نظر داشت مشکلات را که شما ارائه کردین، راه حل چی است؟ چی کار باید صورت بگیره و چی اقدامات انجام شوه که تا اکنون انجام نشده؟ خب من براتون میگم که وقتی که فعلا دکتر عبدالله و گروپش در حکومت قدرت ندارن، درست؟ اینا قدرت ندارن، پس اینا چی دارن که ببازن؟ ای چیز ندارن که ببازن. امریکا نشناختشان به رسمیت و کدام وزارت هم پیششان نیست. پس کسی که زیادتر باخته میدانه دکتر غنی است که او را شناختن، اما حال پیسر سرش قید میکنن. وقتی که پیسر سرش قید کنن، در قید تو مجبور میشه که انعطاف نشان بده. در اول نمیشه، چون دکتر غنی یک آدمی است که در گپ خود استاد است، میگه مکاله میگم که امو 1 بیلیون هم کدام پیسه نیست، اما 1 بیلیون از ریزرو بانک مرکزی از جیب خود مصرف میکنن، چون در بانک مرکزی افغانستان فعلا 8 بیلیون دلار وجود داره. اما این حالت نمیتونه زیاد دوام بده، به خاطر که افغانستان عایدش خشک میشه و در عین حال کرونا ویروس یک مشکل کلان است و در عین حال امکان داره که اردوی ملی از هم پاشان شود. و به این خاطر امریکا نمیخواد که وضع به اینجا بکشه.
پس امریکا میخواهد سر زیناش فشار بیاره و قسمی که برای گفتم برای شما گفتم جانب دکتر عبدالله کدام چیزی نداشت که او را ببازه، اما جانب دکتر غنی چیزی که داشتی بود که باعث رئیس جمهور شناختنش اما حال پیسر سرش قید میکنن. پس این را میخواهن مجبور بسازن که با دیگه گروپ ها یک تعامل را بتانه که چی کنه، حفظ کنه. یعنی در نهایت امر هیچ راه جز راه تفاهم سیاسی در داخل افغانستان در شرایط کنونی وجود ندارد. جز تفاهم سیاسی در شرایط کنونی در افغانستان هیچ راهی وجود ندارد و این فشار قطع $1 بیلیون این فشار سر دکتر غنی است در حقیقت، به خاطر که نه $1 بیلیون در جیب طرفی که داخل حکومت نبود میرفت و نه اینا کدام وزارتی چیزی دارن و اینا میتونن که همینطور ادامه بدن بگوین ما قبول نداریم، در حالی که او طرف یک حکومتی است، یک بودجه باید داشته باشه، کارهای خود باید شروع کنه و این پیسر اک سرش قید میکنن. این عاقبت بدتری داره که باز دیگه کشورها که مشکلات اقتصادی خود را در این وقت کرونا دارن شاید بگوین که ما هم دیگه کمک نمیکنیم. اروپا هم شاید بگوین که ما کمک های خود ادامهش مشروط میدانیم به این که دکتر غنی باید امرای دیگه جور بره و وقتی که کمک های اروپا هم قطع شود و از امریکا هم کم قطع شود دکتر غنی نمیتونه که حکومت خود ادامه بده. تشکر آقای فرهادی، بسیار زیاد تشکر از این که فرصت تانه با ما دادین و در برنامه ما حضور داشتین، بسیار زیاد تشکر. فقط یک موضوع دیگر را میخواستم بگویم که من باعث یک شخص بی‌طرف حرف میزنم، با هر دوی از اینا احترام دارم، در سابق هم رایشان کار کردیم و آرزومندی ما ایست که به خاطر افغانستان اینا با همدیگه همکار شوند. تشکر. بینده های عزیز، اکنون هم یک میان برنامه کوتاه و پس از آن با مهمانان دیگه در این مورد بحث خواهیم داشت. به ادامه برنامه بازنگاه خوش آمدین. در این قسمت از برنامه آقای دکتر فضل هادی وزین استاد دانشگاه از طریق خط اسکایپ با خود داریم. آقای وزین بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت دادین در برنامه حضور یافتین. به تازگی مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که رهبرای افغانستان شخص محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله روی ایجاد یک حکومت فراگیر و حکومت همشمول تمرکز بکنند. آیا اراده به خاطر ایجاد یک حکومت همشمول به خاطر عبور از بحران کنونی دیده میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و سلام به بیننده های محترم شما. متاسفانه که بحران افغانستان، بحران سیاسی افغانستان، همچنان بحران ناشی از کرونا و مشکلات اقتصادی مردم افغانستان و از اون طرف به تاخیر افتادن پروسه مذاکرات بین الافغانی، افغانستان در یک حالت بسیار بحرانی و یک حالت بسیار ناهنجار و نابسامان قرار داده. بران راه حل درست است که ما همه شخصیت های سیاسی، جناهای حکومت در مجموع بریم به طرف نجات از این حالت بحران. ما گمان میکنم که حکومت چون انتخابات به افتضاح کشیده شد، انتخابات نتیجه نداد و همون قسمی که توقع میرفت که تقلب گسترده و سیستماتیک در انتخابات و قانون شکنی های مکرر نمیتونست نتیجه غریزی داشته باشه، همون قسمی که پیشبینی میشد متاسفانه اوضاع به همون طرف رفت. حالا هم اگر اوضاع کنترل نشوه، اوضاع مهار نشوه، متاسفانه کسایی که در عقب چیستن اونا از تعقل بیشتر کار نگیرن و اطراف دیگه هم احساس مسئولیت نکنن، کشور میتونه به بحرانهای بسیار خطرناکتر ازی بره. آقای وزین، طرحی را که شما فکر میکنین در شرایط فعلی میتونه عملی باشه و یک نسخه بسیار خوبه به خاطر گذار از این وضعیت باشه چی است؟ او طرحی است که مجموعه انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی یک طرح ارائه کرده بود و طرحی بود که حتی قبل از اعلان نتایج تقلبی انتخابات و مراسم تحلیف طرح از این قرار است که حکومت فعلی به خاطر که دیگر هرج و مرج ایجاد نشوه، بی‌ثباتی ایجاد نشوه، چون دوستای ما در ارگ زیاد دلچسپی خاص دارن که حتما باید در قدرت در ارگ باقی بمانن،
خوب است که امی حکومت موجود در رأسش آقای دکتر اشرف غنی در رأس حکومت باقی بانند، نه من حیث حکومت منتخب، به خاطر که حکومت منتخب و مشروع نیست، اما من حیث به خاطر یک حکومتی که مشکل حل بکنه در رأس قدرت باقی بانه، حکومت قانونی وضعیتی که فعلی هست، تا از اون طرف ما بریم به خاطر مهار کردن اوضاع مشکلات کرونا و از همه مهمتر بریم به طرف مذاکرات بین الافغانی. یعنی طرح است که حکومت کنونی به شکل خود باقی باشه، وزیرات کابینه به همین کسایی که هستن اینا باشن، والیان به جای خود باشن، سفرا هم به جای خود باشن، همین حکومت من ایسی یک حکومتی که امور کشور اداره بکنه و هر چیزی تر بریم به طرف مذاکرات بین الافغانی و همچنان این مشکل جدیدی که از وبا کرونا و پیش آمده یه هم مهار شد و همه دست به دست هم بتیم تا از این مشکل برای آقای وزین. در صورتی که واقعا بحث بحران سیاسی حل نشه، یعنی در او وضعیت باز فکر میکنین که ما بتانیم به طرف گفتگوهای بین الافغانی بریم؟ چون با اعلام فهرست هیئت مذاکره کننده از سوی حکومت دیده میشه که طالبا و ایالات متحده امریکا در تقابل قرار گرفته. امریکا گفته یک فهرست همشمول است، اما طالبا گفته که این فهرست همشمول نیست و با این هیئت مذاکره نمیکنن. ببینن اصل قضیه این است که حیات برای حیات مشکل، حیات مشکل ممکن حل شود، تغییر و تبدیل در حیات ممکن است، لیکن اصل قضیه این است که ما برای رفتن به طرف مذاکرات بین الافغانی و اداره و مدیریت و رهبری روند مذاکرات بین الافغانی و در مجموع همه قضاهایی که مربوط به صلح میشه، بریم به طرف تشکیل یک مرجع، یک شورای مقتدر و با صلاحیت که او شورا روند مذاکرات بین الافغانی را، روند صلح بین الافغانی را، این روند مدیریت بکنه، رهبری بکنه، آجندا تعیین بکنه، خطوط تعیین بکنه و همه قضاهایی که مربوط به این پروسه ملی و مهم بشه، همه این روند مدیریت و اشراف و سرپرستی بکنه. بنابراین فعلا ما در شرایط کنونی از یک طرف یک قضیه بسیار مهم است که ما این بحران سیاسی به وجود آمده از اعلان نتایج تقلبی انتخابات و دو تحلیف ای بحران مهار بکنیم، از طرف دیگه بریم به طرف مذاکرات بین الافغانی و از طرف سوم هم ما مقابله بکنیم با این وضعیتی که مدیریت بکنیم بحران ناشی از کرونا را. بنابراین در این شرایطی که وقت از سه طرف ما سه بحران با سه مشکل بزرگ مواجه هستیم و طبعا ادامه جنگ مشکل چهارم است، با چهار مشکل مهم مواجه هستیم، در این شرایط فعلا بهتر است که ما نه حکومت تغییر بکنه، نه هرج و مرج ایجاد شوه، نه بی‌ثباتی ایجاد شوه، به خاطر که ما وقت نداریم. مهم است که در این شرایط اوضاع حکومت قسمی که هست همین حکومت به جای خود بانه، نه من حیث حکومت منتخب بلکه اعلان نتایج انتخابات باطل شوه، لغو شوه، حکومت مثل که قبل از اعلان نتایج انتخابات تحلیف وجود داشت اما حکومت وجود داشته باشه، بریم به طرف مذاکرات بین الافغانی، بریم به طرف مهار کردن بحران کرونا، بریم به طرف تخفیف کاهش جنگ، بریم به طرف بهبود وضعیت اقتصادی تا کشور از این حالت بحرانی کشیده شود. در غیر از این اگر از یک طرف بحران کرونا و تداعیات و تبعات کرونا، از طرف دیگر بحران به وجود آمده از دو تحلیف، عدم فقدان و عدم وجود یک حکومت مشروع و مقتدر و از طرف دیگر تاخیر در مذاکرات بین الافغانی صلح و از طرف دیگر ادامه جنگ، این 5-6-4-5 بحران و مشکل بسیار بزرگ، معضل بزرگ است که کشور می تانه به طرف قهر فرا ببره و از این طرف بدتر بسازه. بناً عقلی را تقاضا میکنه که و منطق مسئله ملی افغانستان تقاضا میکنه که ما بگذاریم تخفیف بسازیم، کم بسازیم مشکلات و تشنج و بهترین راهش فعلا گزینش همی است که نتایج انتخابات لغو شوه، نتایج تقلیب انتخابات که چیز را نمیپذیره لغو اعلان شوه، همین حکومت کنونی با جای خود باقی بانه تا ما یعنی تاکید شما روی تداوم حکومت وحدت ملی است؟ بله، تاکید شما روی تداوم کار حکومت وحدت ملی است در صورت لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری؟ حکومت نامش و حکومت وحدت ملی میگذارن، هر چی بگذارن مشکل نیست، لیکن مهم است همین دوستایی که زیاد دلچسپی دارن که باید به هر طریق به قدرت بانن در ارک باشن، خوب است آرزوی از اینام پوره میشه، به طرف مذاکرات بین الافغانی هم میریم، بحران ناشی از دو تحلیف و نتایج تقلبی انتخابات هم این بحران هم حل میشه و در جنگ هم تخفیف پیدا میکنه و ما میتونیم از این حالت فعلا وضعیت کشور
یک وضعیت بسیار زیاد بحرانی و حساس است. سیاستمدارای ما باید احساس مسئولیت بکنن، منافع افغانستان در نظر بگیرن. اگرچه من میخوام که نصیحت بکنم و درس اخلاق بدم، لیکن عرض من است که در نمی شرایط حساسی که افغانستان قرار داره، کشور متحمل بحران و مشکل مزید شده نمیتونه. بنابراین خوب است که هر چیز به حال خود باقی مانه و مثل انتخابات کلم یکون شما مثل انتخاباتی وجود نداشت و به خاطر که یک بخش بزرگ بحران کنونی نتیجه تقلب در انتخابات و از همه بدتر اعلان نتایج تقلبی و هم از او در بسیب کده بدتر دو تحریف اجرای دو تحریف در نتیجه نتایج تقلبی انتخابات است. بنان خوب است که ما بیشتر به طرف بیسپاتی نرویم، وضعیت کنونی کشور و میترد برم و حکومت به حالی که هست باقی بانه، در حکومت در ادارت تغییر نبیه که برن به حد اقل فایدهش ایست که ما را یعنی حل منطقی معقول واقعی ایست که ما را از این حالت بحرانی میکشه و میتونیم ما به طرف مواجهه بحران کرونا و آغاز مذاکرات بین الافغانی برن. تشکر. یک میان برنامه کوتاه میگیریم و پس از میان برنامه کوتاه بحث ادامه میدیم. دکتر صاحب، اگر چنین راه حل به میان نبیاید و معضل افغانستان یعنی بحران سیاسی به وجود آمده از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری حل نشه، پیامدش فکر میکنین که برای آینده افغانستان چه خواهد بود؟ ببینید، پیامدش ایست که حکومت مزید ضعیف میشه، ضعف بیشتر حکومت، تشدید بحران اقتصادی، گسترش خدا نخواسته گسترش به پیمانه وسیع وبای کرونا و همچنان تشدید جنگ، بی‌امنیتی بیشتر، حتی نارامی های مردمی در برابر حکومت و رفتن به طرف انارشیزم و خدا نخواسته و از هم پاشیدن نظام و ادارات حکومتی در مجموع، همه چیزا متصور است و این روز به روز به اون طرف نزدیک میشیم. این پیشگویی نیست، غیبگویی نیست، بلکه این واقعیت هاییست که ما این را به چشم سر میبینیم و لمس میکنیم و احساس میکنیم. بناهن امید تنها وبای کرونا حکومت های مستقر و ثابت ها شما ببینید که متزلزل ساخته، حکومت هایی که در کشورهایی که جنگ نیست و جوهایی که فقر نیست، او حکومت ها امروز مانند حکومت ایتالیا و اسپانیا و حتی ایالات متحده آمریکا درمانده شدن در برابر کرونا. کشورهای باثبات مانند انگلستان و آلمان امروز درمانده شدن، به زانو در آمدن فقط در نتیجه وبای کرونا. چه رسه به این که ما در افغانستان جنگ هم ادامه داشته باشه، مذاکرات صلح بین افغانی هم آغاز نشوه، فقر اقتصادی هم تشدید شوه و همچنان ما بحران سیاسی، دو رئیس جمهوری که دوش خود رئیس جمهور رو میخوانند وجود داشته باشه. بنابراین همش تنها کرونا کفایت میکنه که یک نظام مستقر و ثابت او را به مشکل مواجه بسازه و متزلزل بسازه. چه رسه به این مشکلات دیگه؟ بنابراین نتایج خیلی خیلی وخیم میبینم، خیلی خطرناک میبینم. هنوز هم فرصت است، هنوز هم وقت است که آقایی که در ارگ ششتن و اصرار میکنن بر کتمان حقایق و واقعیت ها و اصرار میکنن به اینکه هیچ چیزی و مشکل وجود نداره و دنیا گل. تشکر آقای وزیر. آقای وزیر تشکر. یک میان برنامه کوتاه میگیریم و پس از میان برنامه کوتاه بحث ادامه میدیم. با ادامه برنامه باز هم خوش آمدین. آقای وزین، روز گذشته فارن پالیسی یک مقاله را به نشر رساند و در مورد پیامد قطع کمک های ایالات متحده آمریکا چگونگی سقوط حکومت دکتر نجیب به بررسی گرفته. فکر میکنین که در صورت تداوم بحران سیاسی کنونی و قطع کمک های بیشتر جامعه جهانی به افغانستان، حکومت کنونی با سرنوشت حکومت دکتر نجیب روبرو شود؟ ببینید، تقریبا از بس اوجوه تشابه، نه از تنها قطع کمک ایالات متحده امریکا یا تخفیف کمک ایالات متحده امریکا، بلکه از بس جوانب دیگه تشابهات موجود است بین وضعیت کنونی و وضعیت روزهای اخیر یا ماهای اخیر حکومت دکتر نجیب در افغانستان. ما گمان میکنم حکومت دکتر نجیب در بس موارد از این حکومتی که فعلا در ارگ مقرش است به مراتب قوی تر بود. حداقل یک نظام، یک دست وقت وجود داشت،
یک حزبی وجود داشت که حکومت حمایت میکرد، یک اردوی یک دست وجود داشت در مجموع نیروهای امنیتی یک دست وجود داشت، لیکن و یک حزب هرچی که بود یک حزب حکومت حمایت میکرد در مجموع، لیکن این حکومت فاقد همه این چیزایی است که وقت حکومت دکتر نجیب داشت. بنان ای میتونه که یقینا مشکل ایجاد بکنه، اگرچه از یک نقطه نظر بسیار خوب است که ما بریم در دراز مدت به خود کفایی بریم، به خود متکی باشیم و به کمک های خارجی چی از ایالات متحده آمریکا و چی از کشورهای دیگه متکی نباشیم، لیکن حداقل در شرایط کنونی که ما قرار داریم، در حالت کنونی که ما قرار داریم و در وضعیت نهنجار و نابسامانی که ما قرار داریم، یقینا ما به کمک جامعه جهانی و حمایتشان ضرورت داریم، نیازمند هستیم. لیکن مهم است که اگر ما قادر شویم، سیاستمدارای ما قادر شویم توانمندی زیر داشته باشیم که ما این با درایت، با دوراندیشی، با عاقبت اندیشی بریم وضعیت مطالعه بکنیم، تصمیم های درست بگیریم، ملت با خود داشته باشیم، جریان سیاسی را با خود داشته باشیم. ما گمان میکنم که در اون صورت که ما یک دست عمل بکنیم، یک پارچه عمل بکنیم، متجانس عمل بکنیم، یقینا ما قادر هستیم که از این بحران برایم. لیکن مشکل ما فعلا نیست که متاسفانه یک مجموعه و بعضی مجموعه دیگه اصرار دارن که اونا به هر قیمتی که میشه فقط باید به نام در قدرت باقی مانند، در ارگ باقی مانند و به توجه باشن به قضایای مهم کشور و با واقع‌بین نباشن، واقع‌گرا نباشن. یعنی هر کسی دیگه میتونه که نتایج پیش بینی بکنه، مراکز مطالعات اینو پیش بینی کرده میتونه، هر دیگه یک محلل عادی که اوضاع افغانستان رو مطالعه میکنه درک میکنه که کشور کدام به کدام طرف روان است. لیکن متاسفانه دوستای ما در ارگ و مشاورین دکتر صاحب اشرف غنی، اونا اوضاع کشور بیرون ارگ نمیبینن و فقط همه چیز در گمان میکنن که داخل ارگ است، حتی بیرون کابل نمیبینن، حتی در فاصله 200 متری ارگ نمیبینن که در اونجا چی فضا و چی واقعیت است، چی فضا حاکم است، چی مشکلات است. بنان ما پیشنهاد میکنم که ما میخوایم اینو بگویم که فعلا ما به طرف نه به طرف حکومت موقت شاید رفته بتانیم، نه به وی وقت نیاز داره و با جوجت تلاش نیاز داره. فعلا مهم هم است که بسیار به کار سادگی میشه که با توجه به اوضاع ناهنجار و نابسامان و بحرانی کشور، نتایج پر مبنی بر تقلب انتخاباتی که خودش پر از تقلب و تقلب سیستماتیک و گسترده رو، اون نتایج باطل اعلان شوه، لب کن لم یکون شوه مثل که انتخابات نشده بود و باز بریم به طرف و اوضاع کشور به می ترتیب واقعی بانه. یعنی با در نظر داشته واکنش هایی که با در نظر داشته واکنش های یک هفته اخیر حکومت در موارد مختلف، فکر میکنین که در نهایت امر آقای اشرف غنی وادار به چنین موردی را که شما گفتن شوه که تن بته به لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری و برن به طرف ساختارهای قبلی و امی حکومت باز ادامه پیدا کنه؟ ببینن بحران افغانستان، مشکلات کنونی جامعه افغانستان این را تقاضا میکنن. حالا یک کسی که در نتیجه تقلب انتخابات که او را هیچ کس نمیپذیره، هیچ جهت حاضر نیست که او را قبول بکنه و در او قانون شکنی شده، قانون نقض شده، قانون اساسی نقض شده، قوانین دیگه نقض شده، باز به اون طرف نرویم، اون نتیجه کشور تا به حال به بحران برده. اگر خواسته باشیم با این منتالیتی و با این اقلیت و با این ذهنیت دوستای ما در ارگ با قضایا تعامل بکنن، ما گمان میکنم که نه تنها وضعیت افغانستان این سبب میشن که بحران بیشتر شود، بلکه عمر بقای خود در ارگ هم کوتاه میکنن. یعنی چی؟ یک مرحله میرسیم که باز اگر اینا خواسته باشن این طرح را قبول میکنن و این را بپذیرن، باز وقت شاید فرصت موجود نباشه که وقت بیشتر عملی شود. بنابراین خوب است که قبل از اینکه وقت از دست بره به ندای عقل چه پاسخ مثبت بگویند، به ندای منطق پاسخ مثبت بگویند و دلشان رحم کنند به ملت افغانستان و مردم افغانستان. دی حالتی که وبای کرونا کشورهای گرفته و ما بحران سیاسی خیلی خطرناک داریم، باید تلاش کنیم که نظام از هم نپاشه. ما میخوام از این تریبیون شما با استفاده از این فرصت تلویزیون خورشید را بگویم که خدا نخواسته اصرار بر این موقف غلط و موقف نادرست و موقف غیر واقع بینانه میتونه خدا نخواسته که منجر به از هم پاشیدن و از هم پاشیدن نظام شوه و خدا نخواسته او و بحران و چیزی است که در اون صورت جبران ناپذیر است و افغانستان دیگه متحمل شدن نمیتونه. بنا ان ایجاب میکنه که
اینا دوستای ما درایت داشته باشند و همچنان همه رهبرهای سیاسی در مجموعه احساس مسئولیت کنند، شخصیت های سیاسی، جریان های سیاسی، احزاب سیاسی، دکتر سیف عبدالله عبدالله در مجموع، همه در مجموع با درک وضعیت خیلی خطرناک کشور که با او روبرو هست ما به این طرف بریم. حتی شما فرض کنین گیرم که امی حکومت انتخابات شده، حکومت مشروع است، حکومت قوی است، 10 میلیون کس 15 میلیون به این رای داده باشه و نتیجه انتخابات درست بیرون شده باشه، باز هم این در دنیا رسم است، رواج است، در کشورهایی که بحران چندین بحران یک بار می همیشه میشه حکومت، یک حکومت فراگیر مصالحه ملی، حکومت فراگیری که نجات ملی، یک حکومت ساخته شده که یعنی در روح مردم تو حکومت می سازن. تشکر آقای وزین. اگر بحث جنبندی بکنیم، یعنی فکر میکنین که شخصیت های سیاسی افغانستان، جریان های سیاسی در سطح ملی موفق شوند یک راه حل را برای حل بحران کنونی پیدا بکنند، و یا اینکه با در نظر داشت تجربه گذشته افغانستان باز هم نیاز است کشورهای خارجی مداخله بکنند و فشار بیارن به خاطر حل بحران سیاسی کنونی؟ ببینن چندین سناریو میتونه متصور باشه. سناریو بسیار خوبش هم نیست که رهبرهای سیاسی در مجموع، ارگ، سپیدار، رهبرهای شخصیت‌های سیاسی در مجموع با هم برن به طرف یک تفاهم برن، تفاهم بکنن و یک مشکل از این نگار حل بکنن، یک سناریو. سناریوی دیگه است که مداخله خارجی همیشه نتیجه مثبت خوب ندارن، مداخله خارجی همیشه ما را به حالت کشانده، ما را به حالت آورده، بنابراین اون زیاد خوب نیست. سناریوی دیگه است که خدا نخواسته اوضاع از سیطره و کنترل بیرون شوه، از مارشدن بیرون شوه و چیز دیگه که خلاف توقع همه از داخل چیزی به وجود بیاد که او یا در شکل یک خیزش مردمی باشه در شرایط خیلی خطرناک که طبعا باز هم نتایجش حساب شده نیست و میتونه که بر طرف بره، یا حالت دیگه موجود بیه که یک کار ناگهانی دیگه صورت بگیره که یعنی از داخل که در اون صورت و هم نتایجش حساب شده نیست و خوب نیست. بنان خیلی مهم است که در ما به خاطر جلوگیری از حوادث ناگهانی و ناگوار و حوادثی که میتونه کشور را به هر طرف بکشانه و ببره، بهتر است که ارگ، سپیدار، رهبرها و شخصیت سیاسی، احزاب سیاسی در مجموع به طور عاجل و بدون زیای وقت گرد هم بیان. ما گمان میکنم طرحی که رهبر محترم تیکت انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی و در مجموع مجموعه صلح و عدالت اسلامی برای نجات کشور از این بحران طرح را تقدیم کردن، ارائه کردن و طرح با ارگ هم شریک شده، با سپیدار هم شریک شده و با جهت های دیگه هم شریک شده در مجموع، ما مصر هستیم که اون طرح به جای برسانیم. بهتر است که ما اون طرف بریم تا کشور از این بحران بره، مذاکرات بین الافغانی شروع شود، با بحران کرونا مبارزه بکنیم، جنگ تخفیف پیدا بکنه، وضعیت اقتصادی کشور از این بدتر نشوه و بتانیم همچنان همکاری جامعه بین المللی و جامعه جهان او را جلب بکنیم و یعنی وضعیت از این بدتر نشوه. تشکر. این تقاضای وقت است. امیدوارم که این کار شود انشاءالله. تشکر. سپاسگزارم.